ښه خوږو دوستانو راوګرځېدی ستړي مشي او د اڅیت خبرونه ده د خبرونه کې ما چې کومه پوښتنه له استاد دا وکړه د موسیقۍ په اړه نو استاد به د سلاند جواب را ته راکړي بعد لغې بیا یو څو نورې موضوعګانې دي هغه په اړه به وغږېږو استاد مهرباني تشکر سوال خوبی است دیگه در مورد از اینکه بعضی ها در محافل خوشی خود ساز و سرود میارن اینجا افراد و تفرید نشه افراد و تفرید به این معنا که اگر در بین زنها دایره زده میشه ایره چون در حدیث آمده که اعلینو بن نکاح و دریبو علیه به دف آمده دف که میگه بعضی ها یعنی دایره زدن زنها مشکل نداره اون با شرایطی که علما ذکر کردن اما به این معنام نیست که باز در عروسی تماما وعظ و تبلیغ باشه بعضی جا دوستای ما عروسی ها رو میگیرن میگن عروسی اسلامی باز ما میشه برشان میگیم که عروسی خب عروسی مسلمان خب بیاز اسلامی هست بله. نام از این رو بگذاریم عروسی سالم از منکرات این منکرات نباشه اختلاط بین زن و مرد نباشه ساز و سرود نباشه اگر برنامه های تفریح می باشه تفریحی می باشه بازی ممانعت نداره مشکل نداره چرا در روایات میاد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت عایشه رضی الله عنها پرسان میکنه که در بین از نو لحوه نبود از عروسی یکی از انصار میاد چون میگه انصار لحوه خوش دارن مراد از لحوه علما میگن همیست که برنامه ها تفریحی باشه و در بین خود زنها اگر دایره زده میشه این باز ممانعت نداره اما ساز سرود دیگه اگر شروع نکاح که نکاح هم سنت است و شروع زیر از گناه بکنیم واضح است که باز برکت از بین میره بالکل خب دوست عزیز پیش روی استاد نام خدا تقدیر نامه که خواستیم فکر کنیم بسته میز پر شد باز ما گفتیم نه دیگه یک چند دانش هم میمونیم دیگه پس میکنیم چون شو. کلش قابل قدر از کلش استاد زحمت کشیده استاد اگه یک دو دانش نشان بتین کدام بله خب. مرا با من بتین باز ما در کامرا نشان میتونم کی است چی است در موردش شما بگوین فکر میکنم از تعلیمات اسلامی است که اونا چون ما به حیث داور در خارج از کشور سفر کرده بودم باز از طرف تعلیمات اسلامی وزارت معارف تقدیر شدیم تقدیر نامه داده شد نام خدا نام خدا اینقدر تعداد چیزها را که شما آوردین استاد اینقدر تقدیر نامه که دارین یک شوخی باشه اینقدر یک بیبی ما نقصه نداره در کل عمر نقصه دکتر که شما نام خدا اینقدر یعنی لطف دوستا بوده و هم از مجمع قرای اهل سنت اونا تقدیر نامه دادن اونا با مناسبت می اشتراک ما به حیث داور در خارج از کشور و هم از مجمع قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری است که اونا یک مسابقه جهانی داشتن گرفته بودن و در اونجا ما به حیث داور بودیم نام خدا استاد استاد عزیز اگر ما برنامه را 20 ساعت هم بسازیم نام خدا تقدیر نامه خلاص نمیشه و کلش قابل قدر است خداوند نمیشه اینم که قدر بتید موفقیت بتید استاد که این تقدیر نامه را 20 برابر دیگه هم شه استاد خب بخش یک بخش که کوتاهی دیگه داریم استاد دیگه میخوایم تصاویر است فقط خاطرتون رو میخوایم بپرسم یا نظرتون در باره ازو اگه داشتین اگه نداشتین هیچ مشکل نیست خب باید بگوین خوب است من فقط عکس براتون میگیرم شما در باره شان میگین چون ما می چند نفر که هست ما میخوایم نمیایید جناب امرالله صالح این رو خوب میشناسین در باره ازی چی گفتین چی خاطرات دارین ازی واضح از اگر من انشاءالله مطمئن هستم همه دوستان روی ما موافق هستن خاطره خوش نداریم از این مردم خاطره های خوش مازی قبلا هم تذکر دادم بر شما زی دم مردا عبیب خیلی موزر است استاد که چون شما امرش بلد آمستید دیگه نه قبلا هم براتون گفتم که علاقه من نیستم به این بله بله میشناسیش کی است بله بله از آواز خانه است فکر میکنم کی نامش رو نمیفهمید خوی معروف است دیگه همه مردم میشناسن فکر میکنم نگفتی را خو ناقو میشناسی باز دم جوانی ها که میرفتن خوازگاری استاد یک قصه است میگفتن که والا خانم را که میدید مادرها میگفت دیگه بیخی نغمه است خو یک چشمش کمک قیچ است یا بیخی دیگه نغمه است قدش پخچ است
بیخی نغمه آخر که میدیدی کجا از این نغمه بود خب بازم این زیبایی هم از دید مردم فرق میکنه بله سید رمضان بشر دوست یک انسان خدمتگار است تا جایی که ما معرفت داریم اگر زیاد تبصره نمیکنیم اگرچه در نظام قبلی مشکلات بوده حداقل یک نفری که در بین مردم بوده در بین عام مردم بوده و نسبی مردم به علاقمند است انسان خوبی است خوبی است خیر ببینین ما هم دوستش داریم یک تعداد سوالات داریم که باید جوابش از زود بگین و مجبور مکلف هستین جوابش به ما بگین خب در کار خانه سهم میگیرین؟ بله در کدام کارا؟ چیزی که در توان ما باشد اگر زیاد آشپزی و چیزها را یاد نداریم اما چیزی که در توان ماست خب سر ما خواهند بیل و کلنگ دارد خب اسمتون در خانه استاد؟ چون از لحاظ شرعی هم زن نباید نام شوهر را بگیره خب دیگه از ما خانمای مکش مرا قاری میگه والا. و خانم دومین باز مرا استاد میگه خب ما را خوب شد گفتن استاد پشت ما خود صدا میکنه ای میوان ده ما بگه چی که اول بگه فلانی چیزا بیاری که تلفون هم که جواب میده زنگ میزنن چرا تلفون میگه چرا تلفون جواب نمیده او میوان ده یا چیز بود خب برش بگوین که در فتاوی عالمگیری عالمگیریه اومده که بر زن مکروه هست که نام شوهر خود بگیره ان شاء الله بعد از میشه یک لقب براتون بده نه گوز داد زره از وای اعتبار نیست خیلی خوب است یا پدر اولاد خب نکاح از دید شما نکاح دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که سنت است بله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است دیگه چیز خوب است چپلوسی تملق تملق حالا چون اصطلاح عام میگه چرخگیری یک رقم ما هم داریم تو نیست که نداریم چی هست خود تملق و می مادر و پدر بسیار خوب است که آدم متملق باشه بله. تمر قدر انسان به اونا تملق کنه او نهایت هم اخلاص است با مدیرا و رئیسا که اگان تو میکنن او نه دیگه اگر مدیرای خانه منظورتون باشه یا نور خلا دفتری یا گان وزارتا و دفترهای واضح از دیگه تملق از اخلاق مؤمن نیست خیر ببینید این مدیرای خانه گفتم منظور ما ازمی پیشتر شما گفتین از خانه ما زگه اونا مدیر هم نه که رئیس هستن بیخی عاشق شدین استاد خب اگر منظورتان از این باشه که با جنس مخالف بله بله از یک چیزی هست در حدیث میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لم نرى للمتحابین مثل النکاح یعنی دو کسی که یک دیگر دوست دارن بجز از نکاح دیگر راه حل نیست طبعا انسان که خواستگاری میکنه دیگه قبل از اینکه من ازدواج کنم امی اردو ازدواج کردیم طبعا من خودم خوش کردیم تایید کردیم باز ازدواج کردیم اگر امی عاشقی باشن بله عاشق شدیم شکست خوردین؟ طبعا انسان در زندگی خود تا که شکست نخوره با موفقیت نمیرسه خب لط خوردین پدر مادر خانواده در مکتب لط کوب تعدیبی که در فامیل بوده باشه است یک گوشتاویگه که قفاق مفاق و ناقا میخورادم طبیعی دیگه چیزا خصوصا هم سرای خود که کل میکردیم در خورترکی میگفت مویت قوی برای باز اول قفاقم خودم سالمان میزد بازتون تا بگه یه شیرینی خب مقصد از دست خانم ها لط نخوردیم خب خب بله خیر وا با جان بیادرت شکایت زیاد دارین نه خیر باز زیاد نمیگیم گمش کن تکیه کلام دارین تکیه کلام دوستای ما که صحبتای ما میشنوه شاید گاگایی در برنامه میم که دوستای عزیز همیشه تکیه کلام هم شده باشه تکیه کلام خب خیر وقت میریم وقفه با افتخار دوست عزیز دوست عزیز برین یک وقفه کوتاه میگیریم پس برمیگردیم